پس چه خوش اومدید به این ویدیو. میگم این همه ویدیو سمی درست کردیم، این همه نمیشه کنجه بزن و بکش، تیکه پاره یا گیم بود کال آف دیوتی بازی کردیم دیگه رو کشتیم، تیکه پاره کردیم یا فوش دادیم یا چکنجه شدن دیدیم یا ویدیوی اعصاب خردکن دیدیم یا عکس فوبیاهای چنده شدیم. گفتیم درسته که چنل تاکسیکه، ولی خب حالا حتما نباید سمی باشه همه چی. امروز چیزی فکر کنم غیر سمی دیگه حساب میشه، غیر سمی آوردم، ویدیوهای ریلکسینگ، چیزایی که شما رو بسیار ریلکس میکنه. قبل خواب این ویدیو رو ببینید، چون قبل خواب ببینید ریلکس میشه، راحت تر میخوابید. من دیدم قبل خواب راحت خوابیدم، ندیدم هنوز ویدیو رو، ولی خب احساس میکنم راحت میخوابم بعد این ویدیو. امیدوارم که شما لذت ببرید، دکمه لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، سعی کنید نگید واو، یه جور چالش هم حساب میشه، سعی کنید نگید واو که قبلا هم گذاشتم میرین اگه نگید ببینید که توش کلی آتش خال میخوام، خیلی هم حال میده. دکمه سابسکرایب و زنگوله یادتون نره، برین معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. الو کی اونجاست؟ ارفان تاکسیک. خب واقعا خیلی تمیز داره اون خامه، از چی اون داره در میاره و اینم نمیدونم چیه، پفک فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اصلا لذت بخش نبود، ریلکس نکرد منو. این هم نه، این خوبه بچه، این خیلی خوبه. این اینم دیدید یا نه، یه سری چیزای ریز میزی هست، اینا میگیری میندازی تو آب، تو آب که میندازی چند ساعت یا چند روز بعد باد میکنه، این تیله میشه، تیله ای که ولی نرمه، متاسفانه جامد نیست و مایع هم نیست و ژل است. ژل نمیدونم جامد یا مایع، اگه دوستانی که علمشون بالاست بنویسن تو کامنت ها. خلاصه که خیلی لذت بخش هستم، میرا دست دارم و الانم دارم تصورش میکنم، میگم واو. سعی کن نگی واو، مجازاتی نیست، بگید و راحت باشید. به 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 به، عسل با موم، یعنی موم با عسل یا عسل با موم، خیلی خوب است، چی هست، لذت بخش هست. این الان عسلش فکر کنم باید برداره. بله بله، عسل طبیعی، طبیعیه ها، یعنی اصلا بی شکر، واقعا فوق العاده است. چرا این مده که ریلکس کنه؟ هر کی با این ریلکس شه، با این که اینو چی بود پریدن هوا، واقعا بیماره. شایدم نیست، شاید من بیمارم که با این ریلکس نمیشم، اصلا من با ویدیو ریلکس نمیشم، دروغ گفتم، با صدا بیشتر ریلکس میشم. ولی اشته باحالیه ها، مثل دومینو میمونه که اوه حواسم نباشه، چوب بستنیه، یعنی یه حالت خاصی میچینی که یکیشو برداری همش میپکه. اگه بلدید انجام بدید ریلکس شید خونتون. من که بلد نیستم این حرکتو، بلد نیستم، کلا کار دستیم ضعیف بود از اول. اینم دیدم قبلا رنگش کم رنگ تر میشه و یه طیف خیلی زیبایی از رنگا رو میاره که اصلا ریلکس کننده نیست. نه مردم چجوری با این ریلکس میشن؟ الان مثلا این چیه؟ چرا باید که باشی نقاشی رو دست آدم ریلکس کنه؟ ولی خیلی قشنگه واقعا، خیلی قشنگه دیگه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. من نمیدونم شما با دیدن نقاشی کشتن کسی ریلکس میشید، ولی رنگ آمیزیش اگه تمیز باشه ریلکس میشه آدم گاهی، ولی من که ریلکس نشدم واقعا، اصلا ویدیوش خرابه. فکر چقدر جالب، چیزش خوب بود، خلاقیتش خوش آمد. اوه این خیلی خوبه، فقط دوستان بستنش چرا آبیه، کسی میدونه چرا آبیه تو کامنتو بنویسه، واقعا من نمیدونم، فکر نکنید میخوام کامنت بکشم ازتون، نمیدونم چرا آبیه. نفهمیدیم اینا پفکی و ذرته، چیه خوب؟ اگه اینا میتونید تو کامنت ها بنویسید. ماشاءالله مخاطبا علمشون بالاست. باب اسفنجی شخصیت مورد علاقه من. همیشه تو زندگیتون مثل پاتریک باشید یا مثل باب اسفنجی، از همیشه لذت ببرید یا مثل پاتریک بخورید بخوابید، خیلی حال میده. مثل اختاپوس نباشید، اعصاب ندارید فقط. این چیه؟ رنگه چیه؟ ولی هرچی که هست شبیه چیزه، چیز یعنی پنیر، منظورم کلمه چیز، پنیر یه جایی، مثلا یه کشور ایتالیایی نمیدونم، ولی پنیر نبود، هرچی بود. این خیلی، این واقعا عالیه، عسل رو اینجوری بریزی تمیز اینجوری بیاد آخرش هم دست شیره بشه و اصلا ریلکس نمیشی. چرا مثلا با پر کردن عسل با ریلکس بشی؟ اون میریزه تمام داری کثیف میکنه، ریلکس هستی نمیشه با اون. من نمیدونم واقعا این توپا شما رو داره ریلکس میکنه الان این نقاشی داره ریلکستون میکنه. لواکلی این چیه؟ ماهی چشید مثلا یه ریلکس شید الان با ماهی، من ریلکس شم. آه این دوربین چیه بچه؟ دوربینی که همچین چیزی میتونه ثبت کنه این صحنه رو،
احتمالاً بالای 500 فریم باشه دیگه، 600 700 فریم بر ثانیه ضبط می‌کنه فیلمو. یعنی فکر کنید مثلا فیلمی که شما الان می‌بینید 30 فریمه، مثلا بازی خیلی نرم میشه 60 فریمه، نهایتاً 120 فریمه. یه 700 800 فریم تا 1000 فریم گاهن فیلم برداری می‌کنن، دورنمای بسیار گیر نمیاد، بسیار خوردن. من اگه این سری ویدیو سراغ دارم که فریم ریت های بالا رو نشون میده، مثلا از 100 120 فریم نشون میده تا چند هزار، 10000 فریم حتی. 10000 فریم واقعا یه چیز فضاییه. اگه دوست داشتید اونم با هم دیگه ببینیم ویدیوشو، تو کامنت بنویسید که ویدیوی فریم، همین با کد فریم برسید ویدیو فریم رو بذار. خیلی ویدیو قشنگه، هم بازی ها رو میتونیم نشون بدیم تو اون ویدیو که چند تا چند فریم چجوری میشه، مثلا فورتنایت، همین که مثلا شکستن اجسام. یه کانال هست میشناسم فقط و فقط مثلا کارش اسلو موشنه، مثلا تلویزیون در اسلو موشن چگونه کار میکنه، فلان چیز در اسلو موشن چگونه، اینجوریه دیگه که ریلکس بشیم. مثلا چقدر ریلکس شدم، این چی؟ من اصلا نیست و بیشتر نفهمیدم چیه که بخوام ریلکس شم باشه. این چجوری بعضی ریلکس میشن باید وقتی نمیفهمیم چیه آخه. نقاشی باز من نمیدونم بگی کسی چه با نقاشی ریلکس میشه. آخه نقاشی ریلکس میشی به ویدیو نیاز داری؟ برو نقاشی بکش، برو شرک بکش، چه میدونم باید چی کنم، اصیل نکنه دیگه آدمو. ما بر ریلکسیشن شما گذاشتی بینو ریلکسید، حتی اگر الکی تو کامنت ها بنویسی ریلکس رو لمت کردم خوشحال شد. اینو بنویسید، همین الان کانال بزنید دکمه لایک هم بزنید، بعضی لایک نمی کنن. الان گفتم هنوز لایک نکردی؟ نه بابا، 300 همه ثانیه است، لایک کن لطفا، پلیز پلیز لایک، لایک خیلی مهم. ما واقعا میاد کامنت بزنید، لایک هم باشه دیگه در کنارش. ولی خیلی قشنگ بود نقاشیش، ولی من ریلکس نشدم هنوز. اون اصله یکم ریلکس هم که نه اون چیز ریلکس هم کرد. بذار بگم کدوم، هیچ کدوم ریلکس هم نکرد. اگه گفتم ریلکس شدم دروغ گفتم، ولی به بعضیش برگو واو، واقعا الان این واو خیلی قشنگ کشید. من نمیدونم چهار تا چوس رنگ میریزن رو کاغذ، یه هم مثل این نقاشی در میاد، مثل نقاشی مرحوم بابراس بود. چی بود؟ بزرگ بار چه نقاشی هم میکشید، من تا اون زحمت میکشید. من نمیدونم این میاد قلم رو برم داره اینجوری اینجوری میکنه، بعد میشه درخت. بعد ما دو بچگی چی همین الان 40 دقیقه یه درخت میکشیدیم، آخر شبیه دست خرم شد. من نمیفهمم دیگه واقعا، مگه استعداد تمرینیه چجوریه؟ واقعا نامردیه. بسته دیگه نقاشی اینو رد میکنم، اصلا برای مهم نیست چی میکشی مردی که رد نمیکنم، دلم نمیاد رد کنم، قشنگه ولی رد میکنم. واو دوده آبی تو آب، اصلا ریلکس شدم. بعدی این چیه؟ این گیر آهنا داره با این اره ها داره یه چیزی رو میباره، نمیم چی رو داره میباره، سیغل داره چیزی رو. ریلکس شدم. بعدی آها اینو در آورد، ریلکس نکرد منو، برو بعدی. ناخون کاری منو ریلکس نمیکنه، برو بعدی برو بعدی. فکر کنم ریلکس کردن من همینجوری الکیه، ریلکس نشدم، برو بعدی. اصلا ریلکس نشدم. ولی چه چیز جالبیه ها، چه غلطی داره میکنه این چیه؟ آه از توی نقاشی خیلی خفن میکشه، ریلکس نشدم. نه برو بعدی. آها یه ذره ریلکس، نه نشدم. سگه قشنگه خدا وکیلی، سگه خیلی داد چیکلو بکنه، ولی نه ریلکس نشدم، ریلکس نشدم. ناخون کاری نتونم، دختره خوششون میاد. اگه دخترید بنویسید خوشم اومد از این، ولی من که ریلکس نشدم. ناخون کاری اصلا این چیه؟ آره این چیه؟ داره یه چیزی رو با سیغل میده، ریلکس نشدم. نه ریلکس نشدم. او ایناست که پاش فشار میده خیلی نرمه و این انصافا دوست دارم امتحان کنم و تا حالا شرطش پیش نیومده. یعنی اصلا کجاست این گلا، کجاست که ما نمیبینیم؟ این چیه؟ نیمرو درست کرده با گل؟ نه ژله است بچه ها، دنته، ژله دنت مانند بود. این چیه؟ یه لحظه اشتباه دیدم، از خوردنش چندشم شد. بعد میگه ویدیو ریلکسیشنه. بعدی اصل رو یه بار دیدیم ریلکس نشدیم. بعدی نه نقاشی ریلکس نمی کنه، برو بعدی. نه ریلکس نشدم. مورچه کشید، نه ریلکس نشدم. نه به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. اگه شما تو قدم وکیل باید ریلکس میشید، ویدیو غلطه، قبل خودم از روش خورد میشه. اینا که میچرخه تون تون دست میزنه یه چیز بال درست میکنه مثل سفالگری، اینا باحاله. اصلا اینا در صورت یادم ریلکس میشه که انجام بده، نه که ببینه، یا حداقل صداش داشته، صدا نداره ویدیوش، یعنی فقط یه آهنگه.
اصلا آهنگش اینقدر چرتی که من آهنگش رو قطع میکنم خودم براتون آهنگ خوب میذارم. خودم میدونه اصلا آهنگش کپی رایت داره یا نه، ولی واقعا چیز خوشگلی درست کرده، دمش گرم. میخوام یه سین براتون برم. Every night in my dream. متاسفانه ویدیو تمام شد و من ریلکس نشدم. نمیدونم شما ریلکس شدیم یا نه، من فقط اصلا خود شد که چرا اصلا ریلکس نشدم. لعنت به اونی که زده این ویدیو ریلکسیشنه. ولی خب دیگه لایک کنه شما دیگه، نظرتون تو کامنت بنویسید و پارت 5 شکنجه رو سیو برید ببینید حتما. این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید تا ویدیو بعدی بریم ویدیویی که رو صفحه هست و کنم ببینید. سرگرم شید، من برام براتون ویدیو خوب درست کنم دیگه. خدافظ.